سلام بر شما، به برنامه دیدبان این هفته خوش آمدید. فرداد فرستاد هستم. این هفته فرج بالافکن از فضای مطبوعات در هفته‌ای که گذشت خواهد گفت و در ادامه برنامه نگاهی به سری جدید برنامه 37 درجه و موضوعات این فصل این برنامه. سلام بر تو فرج بالافکن، خیلی خوش آمدی به برنامه دیدبان. چه داریم این هفته؟ خب بسیار، روزنامه ها هفته پر تب و تابی رو پشت سر گذاشتن. اجازه بده از روز شنبه شروع کنیم با روزنامه اعتماد که تیت زده با ایران معامله کنید. میدونیم که خب کنفرانس لندن بود اون موقع و جان کری و وزرای امور خارجه کشورهای پنج به علاوه یک اغلب اینا گفته بودن که تصمیم بدن به ایران که مثلا شرکت‌های تجاری رو ازشون خواسته بودن که خب معامله کنید با ایران و بانک‌ها. خب تو روزنامه‌های مختلف خب اون روز خیلی بازتاب متفاوتی داشت به تب. مثلا روزنامه‌های هوادار دولت مثل تعادل زده بودن بیانیه صلح اقتصادی با ایران، یا مثلا بیانیه بازیه، ولی در مقابل مثلا روزنامه‌های تندرو مثلا حالا جوان زده بود بیانیه بازی برجامی غربی‌ها با ایران، یا حتی کیهان زده بود این فقط نتیجه 3 سال فکر کردن به آمریکا بود. و البته همونجا می‌بینیم که به تب روزنامه شنبه وقایع روز هفته قبلش هم داره با خودش میاره، روز پنجشنبه و جمعه هم میاره که مراسمی بوده توی شهرداری و اونجا قالیباف شهردار تهران به طعنه به آقای روحانی گفته بود که مشکلاتو که حل نکردید قفل جدید با اون کلیدتون درست نکنید. و البته روزی بود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران سرزده میشه گفت، رفت قم به دیدار آیات اعظام و تصویر ایشون و آیات اعظام در مراجع شیعه در قم عکس اول صفحه همه صفحات روزنامه بود و این گمان زنی ها برای مجلس خبرگان و ریاستش همچنان میبینیم. البته روز یکشنبه تعطیله و برسیم به روز دوشنبه که تمام نه تنها برای داخل ایران، در سراسر جهان توجه رو جلب میکنه به فیلم اسخر فرهادی. همینطوره و در حقیقت با اهدای 2 جایزه به سینمای ایران به فروشنده میشه گفت در حقیقت این خبر کل روزنامه‌های هوادار دولت، باز دوباره بگیم، اینا رو میگیره و اینا خیلی با احتیاط. البته میبینیم که حالا بانی فیلم مثلا تصویر ترانه هم داره، ولی من کمتر دیدم که عکسی از این مجموعه مثلا کامل باشه. بیشتر حالا آقای فرهادی رو گرفته بودن، البته یه مقدارم واقعا شوکه شده بودن روزنامه‌ای، ولی اصولگرا همچنان به این قضیه خیلی با از سکوت و خیلی با احتیاط اصلا کاملا ندیدنش. ولی بسیار دوشنبه پر خبری بود، یعنی اولا گمان زنی ها بالا گرفته بود، اعتماد تیز زده بود پنجمین رئیس کیه، شرق میگفت منتظر فرهیختگان میگفت منتظر پنجمین رئیس باشیم. روزی بود که فردا آقای مودی رئیس جمهور هندم بالاخره نخست وزیر هندم در حقیقت رفته بود به تهران و اون روز بسیار از نظر اقتصادی برای چابهار و اون قراری که میخواستن بذارن اهمیت داشت. اون روزی بود که ملا منصور هدف قرار گرفته بود از طرف آمریکایی‌ها و کشته شده بود. و البته که پرویز کلانتری به قول روزنامه ایران روزی بود که درگذشت و وداع با نقاش خاطرات کودکی بود. روزنامه شرق؟ خب همینطوری که می‌بینیم حالا سه‌شنبه روزنامه‌ها دیگه خیلی تب و تابشون بالا گرفته که خب بالاخره این آقای رئیس برای مجلس خبرگان کی خواهد بود. البته روزنامه‌های هوادار دولت خیلی احساسشون این بود که خب با توجه به اینکه لیست تهران، لیست خبرگان مردم رأی اول گرفته آمده و توش خب به تبع آقای جنتی تو ته لیست بوده، احتمال اینکه گزینه‌ای که باشه آقای امینی باشه یا آقای شاهرودی مثلا یکی از اینها خواهند بود و
البته تو این روز رو خبر دیگه هم بود و اون این بود که آیت الله خامنه ای گفته بود به خطاب به جوانای هوادار خودش که موافق برهم زدن سخنرانی ها نیست، که این خب بسیار در روزنامه‌های دیگه گمانه شرق که بود برای، یعنی این روز سه‌شنبه است، هنوز رئیس معلوم نشده. نه هنوز رئیس معلوم نشده. شرق با این پرسش که مدل هاشمی مشکینی تکرار میشه تو رو تیتر، این تیتری که داریم میبینیم، میگه که آیا میشه که اون اتفاق بیفته و در حقیقت همچنان. ولی البته اینم بگم که توی طرف اصولگراها، روزنامه‌های تند رو مخالف دولت، اونها همچنان گزینه خودشون رو احساس میکنن که گزینه اول خواهد بود، یعنی آقای جنتی رو میبینن و اینجا نتیجه معلومه. یعنی میشه گفت که آب پاکی رو دست اصلاح طلبها و هوادارهای دولت ریخته شده و همه با یک بهتی خطیط زدن. البته قانون فکر میکنم که از نظر تیتر زنی توی صفحه اول روزنامه ها، چون واقعا یه موزدیه برای خیلی ها که بریم چه تیتری بزنیم که جذاب و فراگیر بشه، آخر اول و در حقیقت اینجا قانون میگه که خب به تبع این لیستی بوده که آقای امینی که سر لیست مجلس خبرگان بوده برای خبرگان مردم، میگه که خب اون منتخب مردم تهران بوده و اون باید مثلا به تبع اون میشده. این لیستیه که میدونیم که چجوری هم اومده توی خبرگان و بُه داره. ولی مقابل همین تیتر به این جذابی، ما تیتر وطن امروز رو میبینیم. به نظرم این هم از اون تیترهای بسیار جذاب و پر کششه و میبینی که طعنه و کنایه هم داره و خیلی شادمانی هم از کل روزنامه‌های اصولگرا داره دیده میشه تو صفحه. نمیشه تکرار کنید یا تکرار کنید؟ آبامو تکرار کنید. تکرار کنید که یه جور کنایه است به آقای خاتمی و اینکه خلاصه اینی که هست. و روزنامه اعتماد در حقیقت پنجشنبه. حالا گمانه‌زنی ها بسیار زیاد شده، در صورتی که دو روز مونده هنوز به اینکه یک شنبه تکلیف رئیس مجلس روشن بشه. آقای دکتر عارف و آقای لاریجانی که حالا هر دو تا یه جوری با هم رفیقن، هم مثلا تو این قضایای انتخابات، آقای عارف گفته بود شما که تو سرلیس امید بودید، اون گفته بود نه و رد کرده بود تو آخرین مصاحبه خبریش که داشت به عنوان مجلس، و خیلی بحثاشون به هر حال خیلی جدی گرفته. حالا البته این الان میگن که خب ما رقابتمون باید سر جاش باشه دیگه، گروه های سیاسی اگه رقابت نکنن که نمیشه، ضمن اینکه رفاقتمون هم داریم. حالا چشمای امید اینه که شروع هفته دیگه چگونه خواهد بود و به کجا خواهد انجام. هفته دیگه هم مرور میکنیم ببینیم چه خواهند نوشت. برنامه 37 درجه، برنامه یه که به مسئله مربوط به تندرستی، بهداشت و سلامت جسمی و روانی میپردازه. سری جدید این برنامه از این هفته دوباره آغاز به کار کرده. تا لحظات دیگر نازنین معتمدی تهیه کننده این برنامه اینجا در استودیو با ما خواهد بود تا جزئیات بیشتری از سری جدید برنامه 37 درجه بگه و همینطور به سوالات شما درباره این برنامه پاسخ بده. سلام و درود بر شما. خوش آمدین به فصل سوم برنامه 37 درجه. تمام دودی که این موتور خونه تولید میکنه مستقیم وارد اتاق کوچیکی میشه که قرار من داوطلبانه یک ساعت خودم رو توش حبس کنم. چه بلاهایی که در راه اطلاع رسانی به شما سر خودم نیاوردم. میزان آلودگی هوا توی این اتاق 300 میکروگرم بر متر مکعب هست. تو ساعت‌های شلوغ رفت آمد و پرترافیک تهران میزان آلودگی هوا 500 گزارش شده. برای من که 25 سال تو تهران زندگی کردم، قاعدتاً بدن من باید عادت کرده باشه به اینجا. اما کاملا اشتباه میکردم. آلودگی هوا بزرگترین خطر زیست محیطی برای سلامتیه و به تنهایی باعث 7 میلیون مرگ زودرس در دنیا میشه. این که میگن آنتی بیوتیک و با آب میوه بخورین اثرش از بین میره، آیا درسته؟ خیلی من میبینم که همکارا قرصای ضد بارداری رو تجویز میکنن برای درمان کیست تختان. قرصای ضد بارداری برای پیشگیری از ایجاد کیست مؤثرن، ولی وقتی که یک کیست ایجاد شد، دادن قرصای ضد بارداری نمیتونه کیست رو از بین ببره. و اینجا در استودیو نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه با ماست، همون کسی که داشت در تصویر دوچرخه
رکاب میزد با دو چرخ اومده اینجا تا استودیو پیش ما. خب تعریف کن از فصل جدید چه دارید، چه برنامه جدیدی دارید؟ همینطور که در برنامه دیدین بخشایی هستش که به دغدغه های اصلی حوزه سلامت میپردازیم ولی با نگاه متفاوت. مثلا آلودگی هوا سعی میکنیم خودمون رو موش آزمایشگاهی کنیم، خودمون ریسکو بپذیم که یه کمی جذابتر بتونیم اون پیام به مخاطب برسونی. خودت فرداد توی خبر هستی، میدونی که هر روز خبرهایی که چقدر آلودگی هوا آدم میکشه یا از چاقی مفرط چقدر آدمو مثلا رنج میبرن. جذاب کردن این خبرها و یه جوری در واقع یه جور گزارش تهیه کردن که تو مغز مخاطب بشینه و بتونه اون پیام بگیره مهمه. بخش جدیدی که به این برنامه اضافه کردیم که قبلا نبود بخش سلامت زنانه. به موضوعاتی میپردازیم، بیماری های زنان که کمتر رسانه های دیگه بهش پرداختن، حالا یا به خاطر بافت سنتی جامعه های مثل افغانستان، ایران، تاجیکستان، یا به دلیل تابو بودن اجتماعی کمتر راجع بهش صحبت میشه، مثل یائسگی، دردهای عادت ماهانه، کیست های تخمدان و اینا. بحث های جدید هستش که اضافه کردیم. یه انتقادی که میبینم رو صفحه فیسبوکتون، حتی در ایمیلایی که به برنامه دیدبان میزنن، این که چرا اینقدر دیر به دیر؟ خیلی انتقاد درستیه، پاسخی هم نداریم واسش. برنامه ماهیه بار به دلیل بودجه، نیروی انسانی که داره، فعلا بیشتر مقدور نیست حداقل تو این سری که یک ماه باشه. مشکل دیگه ای هم که داره، میدونم خیلی از مخاطبا میگن، اینه که خیلی سخت دنبال کردن برنامه وقتی یک بار در ماه نمیدونیم چه. سعی میکنیم، واقعا داریم تلاشمون رو میکنیم اگه بشه پخشش رو حداقل بندازیم اولین چهارشنبه هر ماه که مخاطبا یادشون باشه حداقل چه روزی در ماه دنبال این برنامه بگردن. ولی فعلا تمام تلاشمون اینه که روی صفحه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر یا خود تلویزیون تبلیغ‌ها، آگهی‌هایی که پخش میکنیم اطلاع بدیم که چه، ولی کاملا ایرادی که وارده بهم. و در این دو فصل الان پخش شده دیگه برنامه، در این دو فصلی که گذشته استقبال چطوری بوده؟ مردم چه واکنشایی دادن به برنامه‌ای که تا حالا تولید کردیم؟ متاسفانه ما آمار مستقیمی نداریم از کشورهای مخاطب که یا خودمون اونجا نیستیم که ببینیم قشنگ مردم چی میگن بهمون. تنها آماری که دستمون هست فیسبوک هست، پیام هایی که مردم از فیسبوک یا ایمیل یا در توییتر بهمون میفرستن که خیلی خیلی ممنونشون هستیم، خیلی استقبال میکنن، خیلی توصیه و پیشنهاد میکنن که چه چیزی رو پوشش بدیم، چه موضوعاتی و چه درمان های تازه، دستاوردهای تازه پزشکی که اومده. از افغانستان خیلی مخاطب داریم، بخش سلامت جنسی در گوشایی که دکتر سارا ناصرزاد راجع به صحبت کنه، چون نبوده تا حالا تو رسانه و جدید بوده، بس خیلی از اون استقبال میشه. بخش داریم به اسم باورها که باورهای رایج مردم هست که آب میوه بخوریم با آنتی بیوتیک اثرش از بین میره، اگه کلا انگشتامونو بشکونیم، آیا دستمون مثلا دچار مشکل میشه، آرتروز میگیریم. باورهای عام نمیشه، نگران نباش، مشکل ایجاد نمیشه. این بخش باورهای عام هم بخش محبوبیه. ممنون از تو نازنین معتمدی، تهیه کننده برنامه 37 درجه. سلام دوباره. بریم سراغ کارتونا. خب کارتونا رو از روزمون روز شنبه شروع کنیم. باز روز تو روزنامه ها دیدیم که کارتونی داره روزنامه شرق و وحید شریفی همون رو طراحی کرده کشیده و میگه که همونجور که معلومه گعده مخالفان دولت با چاشنی حذف، که اشارش به مراسمیه که توی شهرداری گرفته شده بود برای یکی از برنامه هاشون که طنز دکتر سلام که سومین سالش بوده. آقای قالیباف اونجا شهردار تهران خلاصه همه اصولگراهای تندرو و میانه رو اینا رو همه رو جمع میکنه، از جمله آقای شریعت مداری و اینا که میبینیم اینجا دستش هم در حقیقت به نحوی تو دست اونو، نگاهش هم یه نگاهی به سمت اونور. و البته این موضوعی بود که به شدت توی روزنامه های همون روز واکنششون داد. مثلا حتی صادق زیباکرم تو سرمقاله روزنامه آرمان نوشته بود که این آقای قالیباف همچنان اون زق خوردگی خودش رو، چون اشارش طعنش به آقای روحانی بود دیگه، گفته بود که این کلید مشکلات کشور رو حل نکرده، حالا براش قفل نساز. البته اسمی نبرده بود، خب همه خنده حضار اونجا بود و نشون میداد که ایشون همچنان یه شوخی کرده با رئیس جمهور. آقای زیبا کلام میگه که آقا شما تو اون مناظره انتخاباتی که آقای روحانی گفتش که نه تو بودی که تو قضیه کوی دانشجویان میخواستی که دانشجو رو بیاری تو صحنه بعد گازنبوری ببری، هنوز اون
کینه رو از خود از اون روز به یاد داری و حالا هر جا که میرسی یه چیزی میپرونی، ضمن اینکه ایشونو متهم میکنه که شما روزنامه همشهری و شرکت همشهری رو از منافع سیاسی خودت استفاده میکنی. البته اینم بگم که واقعا این روزا روزنامه همشهری تیتراش که ما همیشه میدونستیم که یه روزنامه تقریبا میشه گفت بی‌طرف و تجاری بود، حالا نشون میده که کاملا یه جورایی انتقاد و منتقد از دولت و غیره هستش. حالا بریم کارتون بعدی رو ببینیم. این دقیقا روز دوشنبه است. دوشنبه خب با اون بحثی که شد یهو جایزه‌ای که سینمای ایران گرفت، واقعا به نظرم جایزه تاریخی بود برای سینمای ایران. خب رسانه ملی، صدا و سیما و رادیو اینا هیچ کدوم چی نرفته بودن. آقای کیوان وارثی توی روزنامه قانون تو اون صفحه نیشخندش این طرح رو منتشر کرد برای روز نیشخط. نیشخط درست گفتم؟ و میگه که پسرش بوده بوده اومده میگه که بابا بزن رو اینترنت دیدم که سینمای ایران یه جایزه گرفته، بزن رو تلویزیون خودمون. حالا تلویزیون خودمون چی داره نشون میده؟ راز بقا. راز بقا و اینکه یه مارمولک قرمزی حالا به طنز در جنگلای آمازون پیدا شده. از این که بگذریم، همون ایامیه که هواپیمای مصری در حقیقت از مسیر پاریس به قاهره سقوط کرد، ماجرای تلخ، و ابتدا مقامات مصری حدس و گمان این که ممکنه عملیات تروریستی باشه رو مطرح کردن و قوت گرفت. به تبع روزنامه‌های ایران هم اون وجهه رو بیشتر مورد توجهشون بود و خانم فیروزه مظفری در روزنامه ایران، روزنامه دولت، آورده که داعش، حالا البته حالا این تیتر رو نمیدونم به نقل از کدوم منبع داره، ولی داعش مسئولیت سقوط هواپیمای مصری رو بر عهده گرفته و این کارتون رو آماده کرده. این جالبه. بله، و اینم روزنامه وقایع اتفاقیه است که آقای مجید ادیبی این حرف آقای ربیعی رو، وزیر تعاون کار و رفاه امور اجتماعی رو گرفته که دولت هدفش جلوگیری از فرو افتادن افراد به دهکای پایین مالیه، ولی میبینیم که این افراد اون دستی، حالا که خوب دیده بشه یه دستی هم از اون پایین داره میاد، حالا اینا ظاهرا دارن کمک تلاش میکنن، این دستی اینم رها شده. حالا اینکه خدا میدونه چند تا دهک پایین تر هست، که البته این موضوع طنز بسیاری از روزنامه‌های دیگه هم بود. خب بریم سراغ مجلات. مجله که این هفته آوردم توی قسمت، یعنی اینجا بررسی کنیم، مجله زنانه که شماره فروردین و اردیبهشتش منتشر شده. البته میدونیم که خب توی ایران مشکلاتی که از نظر چاپ، گرونی کاغذ و چاپ و انتشار و به هر حال هزینه‌ای که وجود داره، اغلب باعث میشه که نشریات مخصوصا ماهنامه ها بخوان که دو هفته، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار نشریه منتشر کنن، ولی این شماره زنان که خانم شهلا شرکت مدیر مسئولشه و سردبیرشه، اختصاص داره طبق معمول به موضوع زنان و رو جلدش راجع به بیماری های سرطان در حقیقت پستانه و یه مجموعه ای رو باز کرده گزارش اولش رو. البته این رو هم بگم که خب زنان بعد از اون فراز و فرودایی که داشت، توقیفایی که داشته، خب به تب ترجیح میده که خیلی بره رو موضوعات اجتماعی بیشتر کار کنه تا مشکلی نداشته. کمان که مجله زنان هم میدیدم، میشه گفت شاید تنها مجله ای به این عبارت باشه که بی مقدمه میره توی گزارش اولش. گزارش اولی رو که الان رو جلدشو داریم اینجا میبینیم و فروه دختریه که سرطان پستان داره، دو سال کاراشو یعنی مداواشو میکنه ولی بعد دو سال دوباره بیماریش برمیگرده و شهرزاد همتی رفته به دیدار این فروه و در حقیقت نامزدش، که نامزدش هم البته آقای صالح تسبیحیه که از فارغ التحصیل گرافیکه و نمایشگاهی هم داره انجام میده، جز روزنامه نگاره خوبم هست، و با اون صحبت میکنه که شما از مسائل بین این دو، و بسیار گفتگوی جذاب و شیرینیه تو فاصله ای که فروه بیاد و اینا با هم صحبت میکنن و بیشتر میپردازن به این که اون چجوری میشه این
تب و تاب و این مشکلات روحی و عاطفی که ممکنه بین زوج پیش بیاد توی دوره درمان اونها رو با هم داشته باشن، که البته بعدش خانم فروه یک مطلب دیگه هم خودش داره، از آینه بپرس نام نجات دهندت رو و شرح میده که احساس خودش از این بیماریش چی هست. واقعا زنان بخشای خیلی متنوعی داره، یعنی نگاه میکردم توصیه‌م اینه که این مجله رو واقعا بتونه آدم تو فرصت خیلی بهتر و با مداقه بیشتری بخونه. یکی از قسمت‌هایی که داره، من حالا گفتم شاید اینجا بشه مطرحش کرد، جراید نسوانه. میگه که دانش اولین نشریه زنان ایرانی بوده، یعنی 100 سال، حدود 100 سال پیش تو ایران منتشر شده و جریده‌ای بوده برای تحصیل اخلاق حسنه خانم‌های محترمه. این اون چیزی بوده که خودش تیترشه. خلاصه فروغ عزیزی که این مطلب رو تهیه کرده میگه که خانم دکتر سبیه مرحوم میرزا محمد حکیم باشی جدید الاسلام این جریده موسوم به دانش رو دقیقا با عباراتی که خودش آورده، علل حساب هفته یک نمره تقدیم ارباب ذوق و دانش میکنه و تحصیل اخلاق حسنه خانمای محترم و تفریح و تقنن اونها در هر نمره ترجمه بعضی رمان‌ها و مطایبات رو هم مندرج میکنه. البته اونجا میگفته که تو این مجله که منتشر میکرده که حالا اون موقع بوده دانش، در حقیقت اول نشریه زنان بوده، اونجا خیلی بحث این بوده که به خانه‌داری و شوهرداری اینا بپردازیم، ولی به مسائل سیاسی و حقوق برابر اونها هم یک اشاره‌ای می‌کرده. بریم سراغ مجله بعدی، سرزمین من ایران. سرزمین من ایران مجله‌ای که مال ماهنامه‌ای که مال شرکت همشهری، یعنی روزنامه همشهری، بسیار مجله جذابیه تو حوزه ایرانگردی و ایرانشناسی مطلب منتشر میکنه و واقعا میتونم بگم که به هر حال الان شرکت همشهری یکی از شرکت‌های خیلی بزرگیه که تونسته خودش چاپخونه خودش رو داشته باشه، خودش زمایم خودش رو منتشر کنه و این هم بسیار چاپ نفیس و خوبی داره که انجام میشه. و تو هر بخشش این مجله در حقیقت شروع میکنه از تصاویری از ایران منتشر میکنه از مناطق مختلف. مثلا جالب فرداد بدونیم که توی شهرستان نیمه ور تو محلات استان مرکزی وقتی که یه آیینی از قدیم مونده به اسم آیین بیلگردانی، یعنی اینا وقتی می آمدن گلولای این جوب و اینا رو با بیل و اینا خلاصه رفعش میکردن تا آماده کنن زمین ها رو برای کشت و کاشت و برداشت و اینا، خلاصه اینا می اومدن بعدش توی میدون محله شروع میکردن 4 تا بیل و 2 به 2 با هم میبستن و یه کسی خلاصه پهلوانی که این کارا رو هم کرده میرفت اینو میچرخونده و این مراسم همچنان هست و این مجله رفته عکساشو منتشر کرده. البته عکس از امیر قادریه و از محله های دیگه هم همینطور، از ترکمن ها و یادی هم کرده از 2 نفری که در اخیراً فوت شدن، یکی تعزیه شناس معروف جابر عناصری بود که خب فوت کرد و موارد بسیاری داشت. یکی از چیزایی که من حالا انتخاب کردم، دیدم این روزا شاید مثلا خیلی ممکنه که توجه بیشتری رو هم جلب کرده باشه، شهرزاده، همین بحث، بله، سریال شهرزاده که مجله سرزمین من رفته سراغ این که خلاصه مکانهایی که این سریال توش فیلم برداری شده، اتفاقا هم حالا میشه گفت واقعا اتفاقی بوده که خب حالا این عکس رو گذاشته، چون ترانم که توش الان اینجا خب بالاخره چهره این هفته گذشته سینما ایران بوده و میگه که این صحنه‌ای که به هر حال صحنه خیلی تاثیرگذاری هم بوده روی شهرزاد، تو خونه قوام یا سرای وسوق در حقیقت فیلم برداری شده و بقیه جاها خب توی همون شهرک سینمایی غزالی بوده. البته چیزای خیلی خوندنی خاصی داره و مخصوصا یه جایی هم داره به اسم شکمگردی که
در حقیقت غذاهای دستور پخت غذاهای محلی رو داره میگه و واقعا برای منم خودم نوستالژی بود، چون الان والک توی شمرون باید فروخته بشه و والک پلوی شمرون هم خب عطر و بوی خاصی داره که سبزی کوهیه. حالا خلاصه این مطالبی بود که از این مجلات داشتیم. و نکته آخر؟ خب نکته آخر واقعا میبینیم که این روزا این کنسرت ها همچنان دارن لغو میشن. همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، روز گذشته باز خبر این بود که کنسرت دیگه ای لغو شده. سردبیر بی قانون در حقیقت میگه که مسعود مرعشی اینو آورده که دانی که چنگ و عود چه تغییر میکنن، شعر حافظه، کنسرت کنسل است که تعذیر میکنن. با این حرف خلاصه یه اشاره کرده به این کنسرت ها و لغوشون. ولی وزارت ارشاد دائم اصرار داره که این توسط قوه قضاییه داره انجام میشه و ما لغو نمی کنیم و دادستانان که حکم میدن، حالا به دلیل مختلف. خب البته این بحثه، چون که وزارت ارشاد خب وقتی کنسرتی رو مجوز میده، قاعدتا وقتی دولت مجوز کنسرتی رو میده باید که بتونه امنیت برگزاری اون رو هم بر عهده بگیره. توی مثلا موضوعی که حتی برای آقای ناظری پیش اومد تو نیشابور، خب اونجا آخر سر اینا عقب نشینی کردن، گفتن خب ما بریم اول با مقامات محلی چک کنیم ببینیم اگه اونا اجازه میدن بیایم، با آقای ناظری هم اجازه بریم، که کما اینکه دیدیم توی خراسان، حالا جای دیگه ممکنه اجرا بشه ولی خراسان الان به طور مشخص با توجه به اینکه آقای علم الهدی اونجا امام جمعه است، ایشون اصلا کنسرت ها رو یه جور مطربیگری و غیرتی بازی میدونه و اجازه نمیدم و معمولا هم در شهرستان ها اتفاقا دشوارتر تا خود تهران. بسیار بله. فرج بالافگن همکار خوبم، خیلی خیلی ممنون از تو. و در آخر اشاره کنم اگر نظر یا انتقادی درباره برنامه های ما در تلویزیون، رادیو یا وبسایت بی بی سی فارسی دارید، میتونید با برنامه دیدبان تماس بگیرید. میتونید به بی بی سی دیدبان توی توییت کنید، همینطور به آدرس didban@bbc.co.uk میتونید ایمیل بزنید. میتونید به آدرس @شمابیبیسی از طریق تلگرام هم با ما در تماس باشید و میتونید با استفاده از هشتگ بی بی سی دیدبان در فیسبوک و توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگه نظرات یا انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که این هفته هم با ما بودید. به همراه فرج بالافکن از شما خداحافظی می‌کنم.